سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزانی که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. از واشنگتن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در عرصه مربوط به حقوق انسانی، در حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه می‌گذرد. حقوق انسانی مردم ایران چرا لگدمال روحانیتی شده است که مدعی رهبری معنوی جهان است؟ در عرصه بین المللی، در ارتباط با آنچه که در ایران می گذرد، چه رویدادهایی رو در روزهای اخیر شاهد بودیم و چه خبرهایی؟ چرا در حکومتها، در دولتهای برآمده پس از انقلاب، یکی پس از دیگری، چه دولت هایی که اصولگرا نامیده می شوند و چه اصلاح طلب مانند دولت حجت الاسلام محمد خاتمی و این دیگری، حجت الاسلام دکتر شیخ رزیدنت حسن روحانی، تفاوت چندانی میان این دولت ها، میان عملکرد این دولت ها در ارتباط با حقوق بشر در ایران دیده نمیشه با دولت های همچون دولت محمود احمدی نژاد و بقیه. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای بهزاد مهرانی، فعال سیاسی در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای مهرانی سلام به شما در آن سوی واشنگتن. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه در سراسر جهان. آقای مهرانی، من در مقدمه اشاره کردم به رفتار و عملکرد دولت‌های مختلف برآمده در حکومت فقیه، حکومت پس از انقلاب اسلامی در ایران، و اینکه تفاوت چندانی در میون اونها دیده نشده در ارتباط با حقوق بشر در ایران. این حرف تا چه اندازه با واقعیت از نظر شما تطبیق داره؟ ببینید، یه امری وجود داره که بخشی از اصلاح طلبان به مخالفان برانداز یا انحلال طلب نظام اسلامی میگن که اینها برنامه و راهکار برای مدیریت جامعه ندارن و به یک ضرب المثل ایرانی اشاره میکنن به عنوان قدرت ادله مخالفان، که بله، سگ زرد برادر شغال است. یعنی کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنن یا مخالف جمهوری هستن، به این جمهوری اسلامی هستن، به این ضرب المثل اسلام میکنن، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. به نظر من بخش عمومی از مخالفان جمهوری اسلامی اینطور نیست که بگن هیچ فرقی نیست بین آقای احمدی نژاد یا آقای خاتمی از نظر منش شخصی و یا مطالباتی که میخوان به جامعه عمل برسونن. منتها چیزی که هست، مسئله فرد نیست، مسئله یک نظام فاسدی هست که با یک قانون اساسی که درش شریعت نقش اساسی داره و همه چی در زیر نظر شریعت میگذره. در چنین نظامی افراد مختلفی با گرایش های مختلف وقتی وارد این نظام میشن به عنوان رئیس جمهور یا هر نوع کارگزاری، این سیستم کاری میکنه که فرد به یک شکل خاصی در بیاد که مورد نظر رهبری و نظر اون قانون اساسی شریعت محوره. در واقع اینطور نیستش که افراد لزوما با هم فرق نداشته باشن، همه میدونن که بالاخره فرق است بین آقای خاتمی و احمدی نژاد، منتها در یک سیستم فاسد این فرق‌ها از بین میره و همه به صورت کارگزار تبدیل میشن. به شکلی که اگر یادتون باشه خود آقای خاتمی هم در پایان ریاست جمهوریش گفت من در حکم یک آبدارچی بودم برای نظام. یعنی در واقع نظام کاری میکنه که اگر کسی، یعنی یک نظام فاسد کاری میکنه که اگر یک کارگزاری بخواد اندک تغییراتی هم انجام بده، اون تغییرات منتج به نتیجه نشه و ناکارآمد بمونه. خب یعنی شما همونطور که اشاره کردید، محمد خاتمی حجت الاسلام، این ملای شیعه که به مدت 8 سال در ایران رئیس جمهور بود و خودش هم اشاره کرد که هیچ تفاوت چندان، یعنی تدارکاتی بیشتر نیست مقام ریاست جمهوری، یعنی شما ریشه عملکرد یا اقدامات یا آنچه که به اصطلاح
در زندگی روزمره مردم عمل میشه، در ارتباط با وضعیت حقوق بشر عمل میشه، رو جای دیگه میبینید، نه در مقام ریاست جمهوری. اینطوره؟ بله قطعا. قوانین مصرح جمهوری اسلامی اجازه نمیده. ببینید وقتی که بعضی میگم اجرای بی تنازل قانون اساسی، اتفاقا اگر قرار باشه قانون اساسی و آرمانهای انقلاب اسلامی به کامل اجرا بشه، وضعیت مردم به مراتب بدتر از این خواهد شد که الان هستش. بخشیه ببینید چون مثلا در مورد حجاب زنان که مسئله حقوق بشریه، میگه بعد حجابی بین مثلا تا 3 ماه زندان داره و جریمه نقدی. خب اینو انجام نمیشه در واقع، این بخشنامه‌ای که در نظام اسلامی وجود داره اجرا نمیشه. اگه قرار باشه این قوانین کامل اجرا بشن، اتفاقا وضعیت مردم بدتر خواهد شد. ایراد علاوه بر ایرادهای متفاوتی که وجود داره، حداقل اینه که شرط لازم اینه که یک قانون سکولار و قانونی که از نهاد دولت و از دین تفکیک کنه وجود داشته باشه. این شرط لازم میشه. لزوما به این معنا نیست که اگر این قانون وجود داشته باشه حتما ما به راه به جایی خواهیم برد، لزوما، اما شرط لازمش اینه که این قانون وجود داشته باشه. در نظام جمهوری اسلامی این شرط لازم که قوانین از شریعت تفکیک بشه، این شرط لازم وجود نداره. بنابراین میبینید هر کسی با هر وعده انتخاباتی که وارد کارزار انتخاباتی میشه و بعد رأی میاره، در واقع میبینیم که اگر از بالا نگاه کنیم هیچ تغییری در وضعیت یا کمتر تغییری در وضعیت معیشت، وضعیت حقوق بشر در جامعه داده میشه. بنابراین این دموکراسی اختراعی ایرانیان رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ انتخاب بین بد و بدتر، یعنی موضوعی که از اساس با دموکراسی مخالفت داره، چون دموکراسی انتخاب بین وضعیت موجود و وضعیت بهتر هست، یا اگر وضعیت فعلی خوب هست، وضعیت کنونی خوب با بهتر، یعنی رو به آینده داره، رو به بهبود داره، رو به بهترین داره. انتخاب بین بد و بدتر موضوع مربوط به دموکراسی به هیچ وجه نیست. این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید در مورد ایران؟ یک فیلمی داره وودی آلن، از این مکانیزم های میشه امیدی داشت که چیزی برای نتیجه برای حل مشکلات مردم بیرون بیاد؟ یک فیلمی داره وودی آلن مثل پول رو بردار و فرار کن، که در سال 1969 ساخته شده، یک فیلم کمدی، جز اولین آثار وودی آلن. در اونجا در این فیلم زندگی یک سارق بانکی که خیلی بدشانسه و دست پاچلفتیه به اصطلاح نشون میده. در یه صحنه از این فیلم هستش که وقتی این سارق وارد بانک میشه، از قضا یک سارق دیگه هم بعد از دقایقی وارد اون بانک میشه و دو تا گروه سرقت وارد یک بانکی شدن. مردمی که در بانکن گروگان میگیرن و خانه سرقت میشن، اینا با هم دیگه جدال میکنن، یکی میگه من اول اومدم، دیگر گروه میگه من اول اومدم، و بعد پیشنهاد میده وودی آلن اون سارق در این فیلم که اینو به رأی عمومی بگذاریم و به مردم و مخاطب قرار میده، یعنی اون گروگان هایی که در اون بانک هستن و مخاطب قرار میده که خب حالا شما دوست دارید که این گروه شما رو غارت کنه یا اون یکی دیگر گروه. ببینید انتخابات در نظام های دموکراتیک دقیقاً وصف حال این فیلمه، یعنی بحث اصلا دموکراسی بحث حقوق بشر نیست، بحث تداوم نظامه. دو دسته هستن، یک گروه معتقدن که ما برای نظام، برای حفظ نظام که از اهم واجبات به قول آقای خمینی، باید فشار بیشتری بیاریم، بگیر و به بندها رو بیشتر کنیم، و گروه دیگری معتقدن که نه، باید کمی از اینها، از این بگیر و به بندها بکاهیم. شما نگاه کنید در انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه، ما با یه سری وعده‌های مواجهیم که این وعده‌ها داده میشه هرچند که عمل نمیشه. مثلا وعده میدن که مثلا گشت ارشاد برچیده میشه، یا وعده میدن وضعیت معیشت مردم بهتر میشه، اما در همین انتخابات وعده‌هایی وجود داره که هیچ کدوم از کاندیدا اصلا نمیدن. مثلا اینکه وضعیت مثلا به فرض پوشش زنان، یعنی آزادی پوشش زنان، این آزادی پوشش زنان رو نه اصلاح طلب‌ها این وعده رو به مردم میدن که نیمی از پیکره جامعه بشری زن هستن و زنان در ایران از حق ابتدایی ترین حق خود که حق پوشش است بیبرن، ولی هیچ کاندیدی نمیگه. یعنی میگن گشت ارشاد رو جمع میکنیم، یعنی فشارا رو کمتر میکنیم، ولی شما کجا دیدید که یکی از کاندیدات بیاد بگه که ما با آزادی پوشش متقاعدیم و زنان باید نوع پوششون رو خودشون انتخاب کنن؟ یا حالا آزادی همجنسگرایان، حقوق همجنسگرایان، آزادی و حقوق بیخدایان یا قسل هازا. یعنی در واقع شما میبینید که در همین نظام اصلا اون چیزهایی که اساسیه و در همه جای دنیا به عنوان آزادی‌های مصرح شناخته شده، اصلا وعده‌اش هم داده نمیشه، چه برسه که بخواد اجرا بشه. بنابراین می‌بینیم که وقتی که یکی از دو جناح درون حاکمیت به قدرت میرسه، مسئله حقوق بشر یک مسئله تزیینی میشه و در حد منشور حقوق شهروندی که در بر روی کاغذ باقی خواهد. بله، اشاره بسیار به جای تشبیه بسیار به جایی در مورد
فیلم معروف وودی آلن که توضیح دادید، فیلم دیدنی هم هست. در یه همچین نظام ببینید، شما اشاره کردید به مسئله مشکلاتی که زنان ایران داشتن، علی‌رغم این مشکلات همیشه ایستادن در برابر اون چی که دیدن، ظلمی که به اونها میره و ظلمی که به جامعه میره. زنان ایران به اصطلاح معمول در صف مقدم بودن از 23 بهمن ماه تا به امروز. اما یک نکته رو من میخوام اشاره بکنم، این که در جریان انقلاب و پیش از اون روحانیت شیعه، روحانیت انقلابی، حرفشون این بود، هنوز هم هست، که حکومت پیش از انقلاب، نظام پیش از انقلاب و غرب از زن به عنوان استفاده ابزاری میکنه، از این اصطلاحاتی که رایج شده در فرهنگ بعد از انقلاب، اگر بشه اسم آنچه که بعد از انقلاب هست فرهنگ گذاشت. به هر حال استفاده ابزاری میکنه از زن و زن چنین باید باشد و چنان باشد و زن در جمهوری اسلامی به مقام اعلی رسیده و اینا. من دو تا تصویر هست میخوام نشون بدم. در همین روزهای انتخابات که میشه، قبلش یکی حجت الاسلام پرزیدنت دکتر شیخ حسن روحانی هست که میبینیم تصویرش در کنار دخترانی که موهای خود رو بیرون انداختن نسبتاً، و یکی هم اون دیگری هست، رئیسی، حجت الاسلام رئیسی، که چند دختر به همین شکل تصویری گرفتن که رئیسی بیا و اینا. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنی؟ آیا این با همون اصطلاحات روزمره جاری پس از انقلاب همون استفاده ابزاری به شکل مبتذلش نیست در واقع؟ آقای خامنه ای در دوره انتخابات پیشین گفتن که مخالفین نظام هم بیان در انتخابات شرکت کنن. ببینید، اینا موقع انتخابات که میشه مردم رو همون شکل متلون و رنگارنگی که وجود دارن همون شکل در نظر میگیرن که واقعیت باید در عالم واقع همون باشه، یعنی جامعه ایران یا مثل هر جامعه دیگه ای تقسیم شده به گوناگونی های مختلفی. نظام موقع انتخابات که میشه به این درک سو استفاده گرانه میرسه که باید اون جامعه رو با تمام رنگارنگیش بکشینه پای صندوق رای. بنابراین اون دختر و یا اون خانم بد حجاب هم بخشی از اون که بخشی عمده هم از جامعه هستش در تصاویر دیده میشه. مثلا شما در راهپیمایی 22 بهمن با چهرهایی برخورد میکنید که مثل فشن ها و مدل های سینمایی هستن یا مدل های مختلف. ببینید، موقع انتخابات که میشه دقیقاً اینا تلاش میکنن که اون بخش هایی که در کل سال محذوف هستن و حذف شدن رو به عرصه بیارن. در واقع یک سوء استفاده است از عنوان مردم. در بقیه روزهای سال مردم همون قشر طرفدار ولایت فقیه با همون چهرهای مشخص هستن، ولی در زمان انتخابات برای اینکه به رأی اونها نیاز داره، مثل گفته آقای خامنه ای که مخالف این نظام بیاد، قشرهای دیگه جامعه رو به تصویر میکشن. من اشاره کردم به آنچه که آقای محمد خاتمی گفت و آنچه که رؤسای جمهوری در نظام ولایت فقیه مانند او، مانند همین شیخ حسن روحانی گفتن. گوشه ای از اون چیزی که آقای محمد خاتمی در وفاداری به اصول و اساس حکومت، غیر از اینم توقعی طبعا از کسانی مانند آقای خاتمی و بقیه نمیره، اما آن سوی دیگر قضیه، ایجاد توهم کردن که میشه از این امامزاده انتظار معجزه ای رو داشت، مورد حرف من هست در مورد کسانی مانند آقای خاتمی که 8 ایجاد امید، اما سرآخر اینکه ما تدارکاتچی بیشتر نیستیم. آیا به این امامزاده میشه دخیل بست از طریق صندوق رای، انتخاب بین بد و بدتر؟ گوشه ای از سخنان آقای خاتمی رو میبینیم. یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. با کدوم مردم؟ با کدوم اعتقادات؟
با من و شما هستند آقای بهزاد مهرانی، فعال سیاسی در واشنگتن. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگر. آقای مهرانی، ببینید این نظام، من بارها اینو در برنامه‌های مختلف اشاره کردم که این ساختار یه ساختار مندرآوردی بود که زیر فشار گروه‌ها و به اصطلاح نیروهای مختلف در زمان انقلاب، بارها من اشاره کردم که در جریان نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی من و دوستانم چند نفری بودیم که از طرف تلویزیون در اونجا گزارش برای تلویزیون تهیه می‌کردیم. در میونه کارم به دلیل اقدامات حزب توده به اصطلاح موقف شد گزارش های ما و کسان دیگه به ادامه گزارش پرداختن و ما رفت آمدمون البته همچنان به مجلس فبرگان اولیه. در اونجا خیلی روشن بود، حرف روشنی بسیاری زدن، این که ما نیازی به قانون اساسی نداریم. قانون اساسی ما کتاب آسمانی مسلمانان قرآن هست و قوانین جاریمون هم به هر حال سنت خواهد. این حرف قابل فهم بود در یک نظامی که بالاش ولی فقیه هست، اما شدنی نبود در اون شرایط. و همین دلیل جمهوری، رئیس جمهوری هم اختراج شد در یه همچین نظام ولایتی و نخست وزیر هم حتی که آقای میرحسین موسوی هم دوره نخست وزیر. خب چه نیازی هست الان بعد از 30 چندین سال همچنان این نظام ریاست جمهوری باشه؟ و انتخابات اساسا برای چی هست؟ خب ولی فقیه یک بابای رو انتخاب بکنه بذاره اونجا دیگه. نیاز جمهوری اسلامی برای این انتخابات چی هست که حتی بین 2 نفر یا 3 نفری هم که دستچین میشن جلو مردم گذاشته میشن گنوان آشکش که خالت بخوری پاته نخوری پاته، اگه هم گفتن رأی من کو، با ماشین روی اونها میرن یا شکنجه و تجاوز میکنن به جوانان مردم. یکی از همینا رو بذارم جای اون یکی 4 سال یا تمدید کنم. اصلش رو میشنوید. همچون که شما هم میدونید در آمریکا یه چراغای راهنمایی واسه عابر پیاده وجود داره که فرد عابر پیاده وقتی میخواد عبور کنه اگه چراغ قرمز باشه اون دکمه رو میزنه مثلا چراغ سبز بشه و بتونه عبور کنه. حالا یه نویسنده به اسم رولف دوبلی کتابی داره به اسم هنر شفاف اندیشیدن و اونجا مطرح میکنه که اصلا اینها هیچ، این چراغ که شما میزنید هیچ تأثیری نداره و اون همون زمانی که بخواد عبور میکنید، عبور باید بکنید، عبور میکنید. اسمش اینو گذاشته به اسم توهم کنترل، یعنی شما احساس میکنید که با زدن اون دکمه نقشی در تغییر این رنگ چراغ داری و این گمان میکنید که اوضاعتون روز به روز داره یعنی یا بهتر میشه یا بدتر میشه، در کنترل شماست. یعنی این توهم کنترلی که عابر پیاده همیشه گمان میکنه که تا حدود زیادی بر اوضاعش مسلط شده و از بدتر شدن اوضاع لااقل جلوگیری کرده، اما وقتی که از صحنه بازی فاصله میگیریم میبینیم که هیچ کنترلی بر اوضاع وجود نداره و واقعا به قول همین نویسنده کمتر از اون چیزی که تصور میکنیم امور در اختیار ماست. حالا جمهوری اسلامی دقیقاً با بازی دادن شهروندان در یک انتخابات غیر دموکراتیک در واقع اون توهم کنترل رو به مردم میده و این باعث میشه که اون صبری که باید داشته باشن تا از اون چراغ قرمز عبور کنن بیشتر صبر داشته باشن و منتظر بمونن که شاید اوضاع بهتر بشه. در واقع این نظام جمهوری اسلامی مانند هر نظام غیر دموکراتیک، ولی خب این نظام مذهبی بیش از سایر نظام‌های غیر دموکراتیک تلاش داره که به مردم توهم کنترل بده و چه چیزی بهتر از یک صندوق رأی که از ابتدا همه چیز چیره شده باشه و فرد با انداختن یک رأی در صندوق احساس کنه که بازیگره و نه بازیگری که صحنه رو بهتر میکنه و شرایط رو بهتر میکنه، بلکه فقط جلوگیری میکنه که از این بدتر نشه. ولی وقتی که فاصله بگیره از اون صندوق و زمان فردای صندوق که از اون شور و حال کاسته میشه و وقتی به گذشتهش نگاه میکنه میبینه 40 سال به توهم کنترل که اوضاع بدتر نشه، ولی همواره اوضاعش بدتر شده. نظام جمهوری اسلامی هم آشناست با این امر، برای اینکه به جهان بگه که ما یک شرایطی داریم که مردم درش دخیلن و مردم هم گمان کنن که دخیلن، این صندوق رأی رو به عنوان یک شعبده بازی برقرار کرده.
دولت حجت الاسلام حسن روحانی، آیا شما تغییرات عمده ای اساسی در روند نقض حقوق بشر در دولت های بعد از انقلاب امروز دیدین در دولت ایشون نسبت به اون یکی؟ چند روز پیش آقای احمدی نژاد یک مصاحبه مطبوعاتی داشت، یک خبرنگاری ازش پرسید که خب شما که بعد از 88 کلی انسان کشتید در زندان ها، وزارت اطلاعات شما کلی آدم کشته، کلی آدم دستگیر کرده، شکنجه کرده. آقای احمدی‌نژاد برگشت گفتش که مگه وزارت اطلاعات دست من بوده؟ ولی ببینید که طرفداران اعتدال به این مسئله میخندن که آقای احمدی‌نژاد دروغگوه و داره دروغ میگه، ولی وقتی که وزارت اطلاعات خود آقای حسن روحانی میرسه میگن ایش در کنترلش نیست، در کنترل رهبره و ایشون هیچ نقشی نداره. شما نگید بسیاری از بازداشت ها و بگیر و ببند ها که وجود داره توسط خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام میشه. اگر وزارت اطلاعات بخشی از دولت نیست و به تعبیری خامنه ای و سپاه در انتخاب وزیرش نقش داره و در اعمالی که انجام میده نقش داره، چطوره که قبل از انتخابات با وعده این که دولت اگر معتدل باشه یا اصلاح طلب باشه وزارت اطلاعات رو در دست میگیره و فضا بازتر میشه از مردم رأی جمع میکنه، و وقتی که رأی جمع‌آوری شد و فردای انتخابات به گیر و ببندها دوباره شروع شد به اینجا میرسن که بله وزارت اطلاعات دست ما نیست و دست ارکان قدرت دیگه ای است. در واقع به نظر من ببینید در بعضی نقطه مثلا مثل در دانشگاه یه خورده فضا بازتر میشه، یه خورده شرایط مطبوعات بهتر میشه، اما در یه اشل بزرگتر از بالاتر که نگاه کنید در واقع در نهایت اون هزینه و فایده ای که مردم میکنن با انداختن رأی در صندوق و مشروعیتی که نظام به واسطه این رأی احساس میکنه و اون چیزی که مردم به دست میارن، این هیچ تناسبی با هم نداره. خب آقای مهرانی ببینید صحبت وزارت اطلاعات شد، ولی آقای حسن روحانی کسانی جدا از این که خود ایشون مدت‌های مدیدی رئیس به اصطلاح مسئول امنیت شورای امنیت ملی که چند روز میشه گفت امنیت ملی بوده، جدا از خودشون در کابینه‌شون وزیر دادگستریشون رو که خودشون میتونن انتخاب کنن، یکی از قاتلان سرشناس انقلابی و کسان دیگری که دستانی دارن در خون بسیاری از جوانان ایران. من اشاره کردم به پور محمدی، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی. یکی دیگر نامزدهایی که هست این آقای رئیسی هست، حجت الاسلام رئیسی. آیا واقعا راه‌حل‌هایی برای مسائل مشکلات مردم ایران، آیا مردم ایران واقعا شایسته همین هستن که نامزدهای ریاست جمهوریشون یکی مصطفی، یکی آقای روحانی باشه یا احمدی نژاد باشه یا مثلا کسانی مانند آقای رئیسی که هزاران نفر رو در قتلشون اشتراک داشتن با کسان دیگه؟ نکته جالبی اشاره کردید. الان آقای رئیسی که بهش آیت الله قاتل یعنی اعتدالیون یعنی بخشی از بدنه اعتدالیون و کسانی که خواهان شرکت در انتخاباتن، برای زدن آیت الله رئیسی از کلمه آیت الله قاتل استفاده میکنه، در صورتی که همین ها 15 ماه پیش از مردم خواستن که به دو آیت الله قاتل دیگه که ری شهری و دوره نجف آبادی باشه رأی بدن. میبینید در واقع بحث اینه که این قاتل اگر مثل پور محمدی از بدنه دولت باشه، خب این آیت الله قاتل خوبه. یا آیت الله قاتل بدی هم داریم که اون هم از مقابل ما و یا حزب مقابل ماست، مثل آقای رئیسی که آیت الله قاتل بده. اگر ببین نشون میده که بخش عمده از بدنه اصلاح طلبان و اعتدالیون از خون زندانیان سیاسی از اون قتل عام سال 67 به عنوان حربه ای استفاده میکنن برای زدن مخالفان خودشون. اگر آیت الله قاتل بودن بعده، اگر آیت الله رئیسی جزء هیئت مرگ سال 67 بوده، مصطفی پور محمدی هم بوده و دیگرانی که سکوت کردن در برابر اون قتل و یا هیچ چیزی نمیگن و در مدیریت جامعه بودن، مثل آقای حسن روحانی. آقای حسن روحانی که یک دفعه که سبز نشده در فضای سیاسی، ایشون 20 سال از سال 59 تا 79 نماینده مجلس بودن و بعد هم در شورای امنیت ملی. شما یک کلام نه تنها نمیشنوی که ایشون در مورد قتل‌های زندانیان حرفی زده باشه، بلکه مثلا در تیر ماه 78 جنبش 18 تیر دانشجویان، ایشون یکی از کسانی بودن که میگفتن که اگر چند نفر اعدام بشن و برخورد بشه این قائله خواهد خوابید، یعنی همچین کسی بوده. یا در اجباری کردن حجاب زنان ایشون نقش بزرگی داشتن.
نه تنها از این طرف اعتراضی هیچ موقع نداشتن به قتل زندانیان سیاسی، بلکه از اون طرف خودش هم یکی از عاملان این مسئله بوده. بله خب آقای روحانی از کس یعنی شخص خود ایشون کسی بوده که پیشنهاد داده این اعدام ها رو در ملأ عام انجام بدن، در نمازهای جمعه انجام بدن که باعث عبرت بشه. بله این روند اصلاح طلبی رو امیدوارم روزی در برنامه بیشتر درباره صحبت کنیم که آیا این رژیم اصلاح پذیر هست، چه چیزی این حکومت میشه اصلاح کرد، و پیوستن به این روند اصلاح طلبی در درون حکومت خب کسانی هستند که نقش مستقیم در قتل انسان ها داشتن. آقای مصطفی تاج‌زاده یکی از اونها هست. من اسم میبرم چون جرم مشهود به اصطلاح مرتکب شدن، یا کسانی مثل آقای محمد جلایی فرد که ایشون هم نقش مستقیم داشته در کشتارهای کردستان، در حال از مسئولانی بوده که در اون کشتارها صاحب نقش بوده، و بسیار دیگه. و یادمونم نره که اواخر اون کسانی مانند صادق خلخالی هم به خیلی اصلاح طلبان آن زمان پیوسته، همچنان که موسوی اردبیلی نیز و بسیاری از دیگران. یعنی یک جور باز تولید هست، هر لحظه به رنگی به در آید، نه اینکه عیار قاتلانی که از 23 بهمن ما عملا خنجر در دست و دارها افراشته صاحب سن. سپاس بسیار داریم از شما آقای بهزاد مهرانی عزیز، با سپاس. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظات دیگر. با من و شما هستن آقای دکتر سعید احمدی، تحلیلگر سیاسی که گفتم در تفسیر خبر عنوان دکترا رو فقط برای پزشکان به کار میبریم. دکتر احمدی پزشک حاذقی نیز هستن، دندان پزشک حاذقی نیز هستن، به گواه بسیار افراد بسیار، و ناظر بر اوضاع ایران به طور دقیق و پیگیر در این زمین. با سلام به شما آقای دکتر سعید احمدی در زاس. با درود خدمت شما و همه همیهنان گرامی و سپاس از تلویزیون و کارگردان برنامه. سپاسی دوباره از شما آقای احمدی از جانب همکارانم در مرکز ایران فردا لندن. آقای دکتر احمدی، بس مسئله انتخابات هست، از 23 بهمن ماه به این ور، این انتخابات چه تأثیری در پیشگیری از نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت دینی ایران؟ آیا میشه امیدی داشت به این انتخابات که باعث بشه مفاد مربوط به حقوق بشر در ایران رعایت بشه؟ من تصور نمی کنم، چون ملاحظه فهمید دست انگامی که جمهوری اسلامی روی کار آمده تا به امروز دولت‌های متعددی در ایران روی کار آمده، از زمانی که آقای بازرگان دولت موقت رو تشکیل داد و بعد از اون آقای بنی صدر رئیس جمهور شد و بعد آقای رجایی و بعد از اون همین آقای علی خامنه‌ای که امروز رهبر هست، رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و آقای روحانی. وقتی ما به این روند نگاه میکنیم میبینیم که خب افرادی آمدن با طرز تفکرهای متفاوت و حتی از دو جناح متفاوت رژیم هم آمدن، اما وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان لاینحل باقی مانده و سرکوبهای بسیار شدید ادامه داشته و دارد و خواهد داشت. دلیل امر هم خیلی واضح هست. ملاحظه فهمید رژیمی که در ایران روی کار آمد، با دسیسه استعمار آمد و مملکت ما در شرایطی بود که میرفت به یک پیشرفت قابل چشمگیری برسد و سازمان مدیریتی که در مملکت بود، اون ساختاری که وجود داشت،
و هر سال به تعداد اون مدیران شایق و لایق افزوده میشد. دانشجویانی که در دانشگاه‌های مملکت تحصیل می‌کردند، اونهایی که از خارج از کشور می‌آمدند، و در مجموع سیستمی که وجود داشت زیر رهبری پادشاه مملکت می‌رفت تا کشور رو برساند به آنجایی که به طور تاریخی ایرانیان می‌بایستی قرار می‌گرفتند. و خب صد البته که کشورهای مجاور و همچنین کشورهای قدرتمند جهان یه چنین موقعیتی رو برای ایران نه در اون زمان میخواستن و نه امروز، و همین باعث شد که اون فاجعه پیش بیاد. و اینها از هنگامی که روی کار آمدن میدانستن که یک حکومت منتخب مردم نیستن، چون از همون روزهای اول اعتراض بانوان شروع شد به حجاب اجباری، و به همین ترتیب در طی این سالها اعتراضهای مختلفی از جانب زحمتکشان، کارگران، دانشجویان و اقشار دیگر مردم بوده است. به همین جهت اینها در داخل کشور شروع کردن به سرکوب و سرکوب‌های شدید، و در خارج هم با توسعه تروریسم کوشیدن تا جایی برای خود در جامعه ملل باز بکنن و سخنی برای گفتن داشته باشن. این است که من تصور نمی‌کنم این انتخابات نه تنها در زمینه حقوق بشر کمکی به مردم ایران نخواهد کرد، بلکه در زمینه اقتصادی هم اینها پیشرفت نکردن، در زمینه سیاسی خسارت‌های بسیار سنگینی به مملکت ما وارد کردن، و امروز می‌بینیم که در منطقه یک ائتلافی علیه کشور ما تشکیل شده است، در جهان همچنین. اینها کوشیدند از همه دوستان ایران دشمن بسازند با مداخلاتی که در امور داخلی کشورهای منطقه به خصوص انجام دادند و همه رو ناراضی کرد. خب شما اشاره کردن به نظام پیش از انقلاب. ببینید اتفاقی یا رویدادی اگر اسمی برش بگذارید، اونطور که شما اشاره کردید توطئه پسر استعمار، هر چی که اسمش بگذارید، و مردم چه نقشی داشتن در این، یک نکته وجود داره. نکته این هست که مردم با هر تصوری که بودن بین وضعیت موجود که داشتن و گله تقریبا اقتصادی وجود نداشت، چون هیچ شعار اقتصادی در انقلاب شنیده نمیشد. سه شعار داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. بارها اشاره کردن ما مستعمره جایی نبودیم که خواستار استقلال باشیم. آزادی مفهوم مشترکی نداشتیم. از آزادی مثلا هیئت مؤتلفه یا فدایان اسلام و سازمان ماویستی طوفان چه مفهوم مشترکی از آزادی داشتن که با هم متحد شدن در انقلاب؟ به طور مثال این دوتا رو حس بردم. جمهوری اسلامی هم روشن نبود، تصور درستی کسی نداشت که چی هست. سه شعار مبهم. به هر حال بین وضعیت موجود و وضعیت بهتر بود. به همین سادگی عوام فریبانه به اصطلاح که پول نفت در خونه ها خواهد آمد در سفره مردم، بعدی که آقای خمینی داد آزادی احزاب نشه، حرفایی که زده شد. اما الان ایران رسیده به جایی که بین بد و بدتر هست انتخاب. این رو شما تا چه اندازه بسیار کارساز میدونید؟ انتخاباتی که اساسش بین انتخاب بین مثلا بد و بدتر هست، آیا میشه بهش امید داشت که مسائلی رو حل بکنه؟ من معتقد هستم که انتخاب میان بدتر و بدترین هست، نه بد و بدتر. حضورتون عرض کنم که سیستم ولایت فقیه به این ترتیب است و تا زمانی که یک چنین قانون اساسی در کشور ما وجود دارد، ما نمیتوانیم صحبت از حقوق بشر کنیم، نمیتوانیم صحبت از انتخابات آزاد کنیم. ملازم بفهمید اصل دموکراسی بر این نیست که صندوق‌های رأی وجود داشته باشد و مردم در یک رأی‌گیری بتوانند شرکت بکنند. اصل اول این است که احزاب آزاد وجود داشته باشه. آیا در مملکت ما احزاب آزاد هست؟ احزاب در واقع تبلور اندیشه های مردم هستند در یک جامعه، و احزاب مختلف هر کدام اندیشه یک گروه خاصی از مردم رو میتواند متبلور بکنند. اینجاست که احزاب برای کشور طرحهایی رو مطرح میکنند، کاندیداهایی رو معرفی میکنند، مردم آزادانه و در یک فضای آرام میتوانند بروند در انتخابات، اون هم به صورت محرمانه شرکت بکنند
و رأی خودشون رو بدن بر اساس اون تصوری که دارند از حزبی که برنامه‌ای رو اعلان کرده است. بنابراین شرط اول در انتخابات آزاد اصل وجود احزاب آزاد است. مسئله دیگر مسئله نظارت استصوابی است. خب شما ملازم فهمید که هر شخصی رو که آقای رهبر دوست نداشته باشد به سازمان‌های تحت امر خودش دستور میده که اون شخص رو حذف بکنن. و شما میبینید در میان افرادی که کاندید میشوند از ابتدا کسانی کاندید میشوند که به نوعی با این رژیم در حال تعامل هستند و بعد هم میبینیم که همه اینها رو کنار میگذارند و در نهایت کسی بایستی انتخاب بشود که 100% بایستی مورد تایید آقای رهبر باشه. و سیستم هم به این ترتیب عمل کرده که چون مردم از رهبر ناراضی هستند و او رو نمیخواهند و دوست ندارند، معمولا رهبر کسی رو که میخواهد انتخاب بشود مورد بیمهری خودش قرار میده ظاهرا، و مردم میروند به اون شخص دیگر رأی میدن، در نهایت کسی انتخاب میشود که مورد نظر رهبر بود. حالا فرض فهمید که میان این کاندیدها یکی انتخاب شد، در نهایت چه میشود؟ تمام اینهایی که رئیس جمهور شدند از ابتدا که آقای بنی‌صدر ناگزیر شد با فرمان آقای خمینی و تصویب مجلس شورای ملی از مملکت بگریزد تا این مابقی، همه گفتن که امرور آقای رهبر هستند. در اون زمانی که آقای خمینی بود و بعد که آقای خامنه ای هست، بنابراین تصمیم با یک نفر هست در اون مملکت. لذا نه دموکراسی وجود دارد، نه احزاب آزاد هست، نه با این سیستم حذفی که اینها دارن، اون نظارت استصوابی که دارن اجازه میدهند اساسا انتخابات درستی در ایران انجام بشود. و امروز هم ما میبینیم برخی از اینها مثل احمد نژاد صحبت های تندوتی ظاهرا میکنن، ایده هم شیفته و فریفته این حرفا میشوند، ولی توجه نمی کنند که آقای احمدی نژاد یا دیگران به هیچ وجه راجع به مسائل اصولی صحبت نمی کنند. صحبت فقط برای رسیدن به قدرت هست، برای اینکه رقیب هستن با یکدیگر در کسب قدرت و چپاول بیشتر. وگرنه در میان اینها اگر کسی پیدا بشود که بخواد حقیقتا کاری برای مردم بکند، شرط اول این است که بگوید آقا بایستی اجازه بدهیم احزاب در مملکت تشکیل بشود، مطبوعات آزاد در کشور باشد. هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم بسیاری از روزنامه نگارانی که از خود اینها هستند اما در جنای اصلاح طلب الان در زندان ها هستند و آقای رئیس جمهور میگوید که سپاه پاسداران اینها رو بدون مجوز دستگیر کرده. شما لازم فهمید سپاه پاسداران اگر یک نیروی نظامی است برای حفظ کشور که نیست، فقط برای حفظ نظام است، خب نیروی نظامی ما در اونجا حتی نیروی انتظامی داریم، چرا باید سپاه این کارو بکنه؟ و میبینید یک وضع آشفته مخشوشی در اون مملکت هست که به نظر من به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. تنها راه این است که این رژیم برود و اجازه بدهد که مردم در اون مملکت سرنوشت خودشون رو خود تعیین بکنند. چگونه؟ بسیار ساده است. شما ملاحظه بفرمایید که کشورهای دیگر، مردمان دیگر همین کار رو کردند و جنبش های مدنی بدون خشونت در کشورهایی که به خصوص سابق بر این در زیر یوغ بلوک شرق و حکومت کمونیستی اتحاد شوروی بودند، اینها امتحان خودش رو پس دادن. آفریقای جنوبی نمونه دیگرش هست، آرژانتین نمونه دیگرش هست. امروز در جهان مدرن ما طرز تفکر، رهبری و جنبش های سیاسی و اجتماعی با آنچه که در قرن های 17 و 18 و 19 و حتی اوائل قرن بیستم تا نزدیک همین نیمه های قرن بیستم بود تفاوت پیدا کرده. امروز اساسا در یک اندیشه مدرن زد و خورد و جنگ های مسلحانه و برخورد های میان اقشار مختلف مردم در جوامع دیگه مورد پسند اجتماعات مدرن نیست. امروز مردم هستن که بایستی با آگاهی، همین رسانه هایی که مرتب دارن آگاهی میدهن و مردم رو روشن میکنن، و من چون در داخل با جوانان ایران در ارتباط هستم میدانم که این جوانان به طور گسترده‌ای با مسائل روز آشنا هستند، با تاریخ جهان آشنا هستند، علی‌رغم اینکه اینها سعی کردند کشور رو به شکلی محدود بکنن، مردم رو به گونه‌ای که بتوانند از تاریخ و گذشته خودشون جدا کنن و منفک بکنن، اما این جوان‌ها به علت حس میهن‌پرستی که داشتن خودشون رفتن مطالعه کردن. و وقتی امروز شما با اینها صحبت میکنید میبینید که اطلاعات بسیار زیادی در زمینه تاریخی و
پیشینه تاریخی خود دارن و همچنین اطلاعات و دانش وسیعی راجع به مسائلی که در جهان می‌گذرد. حالا این لزوماً نمی‌توانیم بگوییم که همه آحاد مملکت دارای این دانش هستند و قرارم بر این نیست. معمولاً 7% 10% در هر جامعه‌ای هستن که یک حرکتی رو در جامعه ایجاد می‌کنن، شاید حتی کمتر از این، و بعد دیگران هستن که می‌پیوندن و این نیرو رو ما در ایران داریم. اما آنچه که بر سرزمین ما گذشته، به خصوص در دوران 8 ساله آقای اوباما، چشم‌پوشی بوده است بر روی حرکت ملت ایران و تایید و حمایت بی‌دریغی بوده است که جامعه جهانی اتحادیه اروپا و همین آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی کردند. اما امروز به نظر می‌رسد که سیاست جهان در حال تغییر است و با این تغییری که در سیاست جهان پدیدار شده است، این امید و آرزو برای مردمانی در سرزمین‌های مختلف، نه فقط در ایران، پیدا شده که با جنبش‌های مدنی بدون خشونت بتوانند به خواست‌های خودشون برسند، رژیم‌های سرکوبگر رو به زیر بکشند و حکومت مردم بر مردم یا حکومت قانون رو بنا بکنند. و من مطمئن هستم که این اتفاق در کشور ما خواهد افتاد و خیلی هم نبایستیم منتظر زمان طولانی باشیم. من فکر می‌کنم اکنون در آغاز راه هستیم. بله، اشاره کردم به دلبستگی جوانانی که بعد از انقلاب هستند. اینها رو میشه در جاهای مختلف دید، نشانه های این دلبستگی عمیق و رو به گسترش رو. امروز به خصوص تولد هنرمند ارجمند، سالگرد در گذشت هنرمند ارجمند ایران هست، محمد علی فردین هست، که دیدیم به طور نمونه دلبستگی جوانان به آنچه که در گذشته داشتن، میراث هنری فرهنگی خودشون، و در تشییع جنازه محمد علی فردین مردم به چه شکل دلبستگی خودشون نشون دادن، و کسان دیگری مانند آقای کیارستمی، فیلمساز سرشناس یعنی ارجمند ایرانی در گذشت ایشون، و کسان بسیار دیگه هنرمندان که نمونه دیگرش آقای حجازی. بله؟ آقای حجازی از کردم نمونه دیگرش هست. بله، همونطور که اشاره کردن، آقای حجازی فوتبالیست سرشناس، دروازه‌بان تیم ملی ایران، کسانی که خارج دایره حکومتی قرار گرفتند یا در دایره حکومت به هر شکلی که فعالیت میکردن زیر فشار بسیار کارهای خودشون یا آثار خودشون پدید آوردن. آقای کیارستمی با من و شما هستند. آقای دکتر سعید احمدی، دندانپزشک و تحلیلگر سیاسی در هاستون تگزاس، تا لحظات دیگر. من گوشه ای از نامه یا رنجنامه یا هر عنوان دیگری بر اون بگذاریم، خانم نرگس محمدی به دستم رسیده، منتشر شده، یعنی در وبسایت خبری. خانم نرگس محمدی مادر دو فرزند که در زندان به سر میبره، در نامه خودشون نوشتن: ترجیح میدهم به جای زن محروم از حقوق انسانی و تسلیم و سکوت پیشه کرده در مقابل انقیاد و سلطه، زن معترض هرچند زندانی باشم. ترجیح میدهم به جای مادر همنشین با دختر و پسر به خاکستر نشسته در فردای ایران، مادر ایستاده بر تضمین حقوق انسانی فرزندان فردای سرزمینم، هرچند محبوس در اوین باشم. هرچند میدانم زنان و مردان سرزمینم در تقلای آزادی و عدالتند و در هر زمان و مکان رنج این تلاش را متحملند، و زندانیانی چون من تنها قربانیان و هزینه
پردازان دموکراسی و آزادی نیستیم. بخشی از آنچه که این بانوی ارجمند ایرانی از گوشه زندان منتشر کرده، اشاره کردید به سپاه پاسداران در ایران، در تهران. زمانی در عهد قاجاریه هر شاهزاده بلندپایه قاجار دارای زندان شخصیش بود، هر فرد قدرتمند در اون زمان، کسانی که به هر حال قدرتی داشتن. این بساط برچیده شد با پایان سلسله قاجار و آمدن رضا شاه پهلوی. الان به نظر میرسه بساط پیش از پهلوی ها در ایران گسترده شده. سپاه پاسداران برای خودش اطلاعات داره، زندان داره، وزارت اطلاعات داره و نهادهای دیگه هر کدوم برای خودشون حراست و تشکیلاتی داره. و در دولت همین بابا هم هست که میبینیم کسانی مثل خانم نرگس محمدی به زندان میرن و بسیاری مثل ایشون، و دولت که حافظ منافع ملت هم هست هیچ اقدامی نمی کنه و بهانش اینه که قوه قضاییه دور از ما هست. ولی به هر حال دولت، وکلای مجلس که ظاهرا باید وکیل خانم محمدی هم باشن، کاری نمی کنن. نگاه شما رو جویا هستیم به مسئله روند آنچه که مبارزات بانوان خونده میشه در پی انقلاب علیه نقض حقوق کردن. بله بانوان، که من پیشتر هم عرض کردم از اولین اقشار اجتماعی ایران بودند که در برابر رژیم ایستادند و اعتراض کردند و هنوز هم شاید میتوانم بگویم و به جرأت میتوانم بگویم که در صف اول مبارزه بانوان ایرانی هستند، در داخل کشور و در خارج از کشور، به خصوص اونهایی که این ریسک رو پذیرفتند و زندان رو پذیرفتند برای اینکه برای آزادی بیان احترام قائل بودند، برای آزادی قلم ارزش قائل بودند. اینها امروز در گوشه زندان ها هستند، دور از خانواده، دور از فرزندانشون و در شرایطی بسیار سخت و نابهنجار روزگار میگذرانند. اما به طور کلی آنچه که در مملکت ما میگذرد به دلیل این است که حکومت قانون نیست. زمانی که در یک مملکتی حکومت قانون حکمفرما باشد، از اولین شخصی که در رأس مملکت قرار دارد تا پایین ترین فرد به صورت یکسان در برابر قانون مسئول است و همه هم در برابر اون قانون دارای یک اختیارات و یک امتیازاتی هستند که محفوظ است برای اونها. ولی در کشوری که حکومت قانون وجود نداشته باشد، خب هر شخصی همونطور که جنابعالی اشاره فرمودید میتواند برای خودش زندانی داشته باشد، هر شخصی میتواند عده‌ای رو دستگیر بکند برای که مسلح هست، برای که زورمند هست، برای که میتواند به مردم ستم بکند. بنابراین در یک چنین شرایطی هست که باز هم ما وقتی که برمیگردیم به همون موضوع انتخابات، میبینیم انتخابات آزاد در اون مملکت نیست، چون آزادی بیان نیست، چون آزادی قلم نیست، چون احزاب آزاد نیستن، چون نظارت استصوابی هست. و به تبع در یک سرزمینی که همه امور زیر نظر یک نفر بایسته اداره بشود و این یک نفر یک رأی دارد که بالاتر از رأی 80 میلیون ایرانی است، بنابراین میبینیم که در یک چنین سیستم حکومتی هرگز پیدایش دموکراسی و استقرار دموکراسی میسر نیست و مردمانی مانند خانم نرگس محمدی قربانیان این استبداد سیاه مذهبی هستند. شما نمونه بارزش رو ببینید، ستار بهشتی بود که یک جوان تهیدست ایرانی کارگر بدون داشتن سلاح، بدون داشتن نیرو، بدون اینکه با اینها جنگی کرده باشد، یک پرسش کرده بود که چگونه ممکن است که در یک حکومت اسلامی این همه تبعیض باشد. و شما ببینید که این جوان رو به چه روزی انداختن و بعد با مادر پیر او و با خواهر او، خانواده او چگونه رفتار کردن و چگونه رفتار میکنن. بنابراین همه اینها نشان میدهد که اونجا قانون حکومت نمی کند، قانون جنگل حکم فرماست. هر کس که زور بیشتری دارد، سلاح قوی تری دارد، زد و بند بیشتری دارد، میتواند نه تنها مردم رو سرکوب کند، بلکه اموال اونها رو مصادره کند، بلکه حق رو ناحق بکند و بلکه انواع و اقسام پلیدی ها و فساد رو در جامعه بپراکند. این کشوری است که امروز ما داریم
و یک چنین کشوری، همین ها بارها آخوندها اشاره می کنند یا می کردن در گذشته که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، این شعار این آخوندهاست. و امروز اینها باید بدانند که حکومت اینها بر اساس ظلم و بیداد پایدار نیست و مردم ایران انقریب است که با یک شورش بزرگ اینها رو به زیر بکشند. ولی آرزوی من این است که پیش از اینکه اون اتفاقا رخ بدهد و ایران تبدیل به لیبی بشود، آقای خامنه ای بداند و بفهمد که عصر او، عصر دیکتاتوری مخوف سیاه مذهبی او به پایان رسیده و خود اینها به صورتی آرام مملکت رو به ملت ایران تحویل بدن. و اگر چنین نکنند، هر انتظار و هر عقوبتی میتواند در انتظار اینها باشه. سپاسگزار هستیم از شما آقای دکتر سعید احمدی. سپاس از جناب علی قربان و سپاس از دعوت شما. بینندگان عزیزی که برنامه رو از آغاز مشاهده نکردن، میتونن تا ساعت دیگه لینک برنامه رو روی وبسایت ایران فردا تماشا کنن و همینطور روی کانال تلگرام من که آدرسش رو روی صفحه تلویزیون مشاهده میکنید، هم آدرس کانال تلگرام و هم آدرس نشانی توییتره. با ما در تماس باشید، هر نظری درباره آنچه که در این شماره از تفسیر خبر مطرح شد و شماره های دیگه تفسیر خبر مطرح شد برای ما بگذارید. حتما در برنامه پنجم به شب تفسیر خبر بازتاب داده خواهد. در برنامه فردا شب تفسیر خبر آقای مازیار شریف و آقای کاوه طاهری میهمان من و شما خواهند بود و خواهیم پرداخت به مسائل و خبرهای مهم روز تا فردا چه در آستین داشته باشد روزگار. به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا دراک، الوند، کوزگرس، تفتان و دماوند و تابشان بر فلاحات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.